درود بر همگی. تو این ویدیو براتون طریقه واریز کردن پول به حساب کسی دیگه یا یک شرکت دیگه رو فیلم گرفتم. فقط این رو بگم چون مدت زمان کار کردن با دستگاه آبربانک یه محدودیت خاصی داره، من این فیلم رو خیلی کوتاه و خلاصه گرفتم، چون اگر زیادی بخوایم طولش بدیم دستگاه خود به خود گشپرت میشه، مسدود میشه و کارتتون رو میده بیرون. واسه همین مدت زمان کمی رو استفاده کردم و تون توضیح دادم تا حدی که میتونستم. امیدوارم مورد استفادهتون قرار بگیره. میتونید ادامه ویدیو رو ببینید. بچه سلام، این طریقه واریز کردن پول به حساب دیگه از دستگاه آبربانک. همینطور که اینجا میبینید اولین چیز باید اسم اون طرف رو بنویسید که براش میخواید پول بفرستید، یا اون جایی که میخواید پول بفرستید. اینجا باید شماره حساب طرف رو بدید. بتقاق اون پولی رو که میخواید برای طرف بفرستید. فونسبک یعنی اون موضوع، یعنی شما پول رو برای چه چیزی دارید میفرستید. حالا چون اینجا برای اوتو هستش، ما میخواییم شماره حساب کاربریمون توی اوتو رو میدیم. دیگه کار دیگه اینجا پایین خود شماره شما رو می نویسه، ایبان آفت خاک گیبا شماره شما رو می نویسه. بعد اینجا میریم آفت خاک دوش فوغن می زنیم. الان میگه زیند الا انگابن قشتیش، ازتون سوال میکنه که آیا تمام این چیزایی که اینجا دادید درسته، یه بار کنترل کنید. اگر اشتباه بود میزنیم ناین، میریم دوباره کورگیرن میکنیم، تصحیح میکنیم. اگر درست بود یا رو میزنیم. زمانی که یا رو زدید بهتون میگه رمز خودتون رو بدید. رمز خودتون رو میدید و اکسپت میکنید و منتظر میمونید که آیا این کار رو انجام داده یا نداده. خب اینجا مینویسه ایغه او باویزون ورده آوسگفورد، یعنی انجام شد. مشتن زی اینه کیویتون فاکتور میخواین؟ فاکتور رو من دیر زدم، خودش دیگه فکر کنم برای من فرستاد فاکتور رو. این دستگاه همینطوری تون باید بزنی که اینا همینطور که اینجا میبینید فاکتور رو داده و به همین راحتی شما تونستید حساب خودتون به حساب یکی دیگه پول واریز کنید. دستگاه هم کنتا آسوگیو نوشته، این حساب گردش مالیتون رو برگاهاش رو بهتون میده که مثلا از ماه فلان تا ماه فلان چه چیزایی از حسابتون رفته و چه پولایی به حسابتون اومده. با این دستگاه هستش. کارت رو راحت میندازید این داخل، کمی صبر میکنید، 30 ثانیه طول میکشه تا اینکه برگاه از اینجا بیرون بیاد و برگاه رو بگیرید. این رو اگر این کار رو خودتون انجام بدید، بانک دیگه هر ماه یک بار برای شما نمیفرسته. و چون اگر بانک براتون بفرسته خودتون ماهی یک بار این کار رو انجام ندید، مجبورید مالیات پرداخت کنید.